تقابل رابطه بدن و ذهن یا ماده و روح فراتر از ریشه های باستانیش با دکارت آغاز شد و تا دوری متأخر ادامه یافت اما این تقابل امروز چه در زمینه علوم طبیعی و شناختی با نشان داده شدن پیچیدگی پدیده حیات و چه با علوم اجتماعی با تحلیل بدن در موقعیت های جمعی به زیر سوال رفته است میشل فوکو از پیشتازان مطالعه بر بدن از بود فلسفی اجتماعی بود اینکه چطور سوژه مدرن از خلال تحمیل هنجارها با مراقبت و تنبیه ساخته می‌شد. اما پس از اون نی... چه نشان شناسان چون بارد چه فیلسوفان چون دلوز، چه روانکاوان چون لاکان و چه جامع شناسان چون بوردیو و گافمن تلاش کردند نشان دهند چرا تصاحب بدن و کنترل آن موضوع اصلی رقابت میان انسانها و جوامع آنهاست در این میان فیلیپ دسکولا با تز خود درباره طبیعت و فرهنگ نشان داد که جدایی این دو از خلال جدایی روح و بدن یک ابداع مبتنی بر روی کرده هستی شناختی طبیعتگرا و متداول در فرهنگهای اروپایی بوده است